لفظ ناممکن یک ممکن وجود داره پس هیچ کار ناممکن نیست کافیست به توانایی خود باور داشته باشید به نام یاد خدا با سلام خسته نوشید خدمت یک و یک شما رهروان علم دانش کانکوریان عزیز جلسه دوازدهم درسی علم یا بیولوژی کانکور است در جلسه یازدهم جلسه قبلی با توقف بندی نباتات آشنا شدیم و امروز نوبت میرسه به گل و اجزایش گل و اجزایش مورد مطالعه قرار میدیم یاد میگیریم که گل از کدام قسمت ها ساخته شدن در هدامت طرز تشکیل گامیت فایت مذکر و مهنس و گردفشانی را مورد مطالعه قرار خواهیم داد درس امروزی مجموعه از استعلاحات داره که هر استعلاحش یک به یک سوالات کانکور داره منظم و دقیق فرا بگیریم میم روی سلاید خب در اول گل را تعریف میکنیم میگیم گل عضو تکسری نبات است اما قسمه که در شروع در بخش تکسر نباتات گفته بودیم نباتات تکسر زوجی و تکسر غیر زوجی دارند در تکسر غیر زوجیش بیشتر ریشه، ساقه و برگش حس هم در تکسر در غیر زوجی ریشه، ساقه و برگ هم میگیره تا در تکسر زوجی گل نبات است که حس هم عضو تکسری نبات است که باعث تولید میوام نیز میشن در روی ساقه ها وجود از چند قسمت ساخته شده یک برگ را گفته بودیم از دو قسمت ساخته شده دنبرگ برگ برگ حالا در قسمت گلام یکی دوم گل وجود داره پیدیکل استعلا بازم خیلی مهم است متوجه باشین هر استیلایی را که امروز میخوانیم یک سوال کنکور دارن دو دوم گل برگ باعث میشد برگ را به ساقه وصل کنن بازم دوم گل باعث میشه که گل را به ساقه وصل کنه پیدیکل یا دوم گل اولین قسمتی که یک برگ ازش ساخته شده میله باریکی که گل را به ساقه وصل میکنه دومین قسمت گل از دو قسمت ساخته شده دومین قسمتش نهنج میشه این قسمت سفید رنگی را که شما مشاهده میکنید این قسمت تخمدان است روی فیلن. از کار نداریم فعلا از این پایینتر ساختمان متورم و پهن که وجود داره به نام نهنج یا تلموس نهنج تلموس یا رسیب تکل یک ساختمان متورم و پوهنه که باعث میشه باقی مانده اجزای گل را در بالای خود قرار بوده و گل را استوار نگه پس گل از دو قسمت ساخته شده بود یک میله باریک به نام دوم گل یا پدیکل و همچنان ساختمان متورم پوهنه که به نام نهنج تلموس رسیب تکل یاد شد اما گل چهار القه داره اجزای گل چند تاست چهار تا القه های گل چند القه است چهار القه گل ها چهار جز یا چهار القه دارن که هر کدام را به ترتیب مورد مطالعه قرار میدیم. هر کدام از این شماره دارد شماره یک شماره دو شماره سه شماره چار شماره یکش امو کاسبرگ ستن کاسبرگ ها یا سیپل اولین نلقه گل به نام کاسبرگ یا سیپل یاد میشن. کاسبرگ ها یا سیپل ها به کدام رنگ دیده میشه؟ قسمت در تصویر میبینید به رنگ سبز دیده میشه. وظیفه که سیپل یا کاسبرگ داره باعث محافظت از غنچه گل میشه. گل را قبل از شکفتن محافظت میکنه. یک رنگشان به سبز مجموعهشان به نام چی یاد میشه؟ خود یک کاسبرگ به نام سیپل ولی مجموعهش به نام کاسه گل یا کلکس یاد میشن کاسبرگ ها اولین علقه گل به رنگ سبز دیده میشن وظیفهشان محافظت کردن از غنچه گل یک کاسبرگ به نام سیپل یاد میشه مجموعه کاسبرگ ها یا سیپل به نام کاسه گل یا کلکس یاد میشن اصطلاحات بسیار مهم است دومین علقه گل دومین علقه گل به نام گلبرگ ها یاد میشن اینا کاسبرگ بود دومین علقه گل گلبرگ گلبرگا یا پیتل پیتل ها به کدام رنگ ها دیده میشن به رنگ های مرغوب دیده میشن کاسبرگ رنگ سبز داشت ولی گلبرگ ها های مرغوب اما قسمت رنگی که در گل وجود دارن گلبرگایش است پیتل ها یا گلبرگ ها خب این گلبرگ ها یا پیتل ها چی نقش دارن با رنگ مرغوبی که داره باعث جلب جذب اشرات گرد میشه که امروز با گرد ماشنا ما میشیم باعث جلب توجه کردن برای اشرات گردافشان میشه با رنگ مرغوبه که داره یک همچنان این گلبرگ ها یک غده مشخص به نام نکتار دارن غده نکتار یک ماده معطر و شیرین را افراز میکنه تا اشرات گردافشان افشان با این بوی معطر طرف گل جلب شون و باعث گردافشانی شون پس وظیفه کمک در عمل گرد است یک دانه گلبرگ به نام پیتل یاد میشه مجموعه از اینا به نام جام گل یا کرولا یاد میشه جام گل یا کرولا پیتل ها گلبرگ ها بر رنگای مرغوب دیده میشدن دومین حلقه گل مجموعهش به نام جام گل یا کرولا وظیفهشان شان جلب و جذب حشرات گرد افشان سومین حلقه گل آلات تسکیر سیومین حلقه گل آلات تسکیر که به نام اندرسیوم یاد میشن یام سوال کانکور داره اندرسیوم همچنان به نام استامین یاد میشن سیومین القیگل به نام آلات تسکیر یا اندرسیوم یاد میشن که خود آلات تذکیر از دو قسمت ساخته شده یکی ساختمان میلمانند که به نام فلامنت یا استاک یاد میشه یک ساختمان میلمانند به نام استاک یا فلامنت دوم یک ساختمان کیسمانند یا خریتمانند که در نهایت وجود داره به نام آنتر یا بساک یاد میشه آنتر یا بساک آلات تسکیر در گل به نام اندرسیوم یاد میشه از دو قسمت ساخته شده یک ساختمان میلمانند که وجود داره بنام فلامنت یا استاک دومین قسمت که در نهایت وجود داره ساختمان خریتمانند یا کیسمانند که به نام آنتر یا بساق یاد میشه چهارمین القی چهارمین و داخلی ترین القی گل به نام آلات تنیس یا جینوسیوم یاد میشه اندرسیوم آله تسکیر جینوسیوم آله تنیس که به نام کارپل نامای متعدد یاد میشه به نام کارپل به نام پستیل نیز یاد میشن که این تنیس از سه قسمت ساخته شده از سه قسمت ساخته شده آله تنیس در گل که به ترتیب قسمت داخلیش این قسمت اووری یا تخمدان است که در این قسمت گامیتوفایت مؤنث تولید میشه اوویول پخته میشه یک قسمت که در آلات تنیس دیده میشه تخمدانش است بعد از او میلی باری که در قسمت وجود داره گردنه یا استایل گردنه یا استایل یاد میشه و در نهایت بازم یک ساختمان پرمانند چسبناکه که وجود داره به نام کلاله یا استکما یاد میشه قسمت تخمدان تنیس نیز از قسمت ساخته شده به جینسیوم تخمدان یا اووری استایل یا گردنه و استکما یا کلاله وظیفه آلات تسکیر آلات تنیس پس میکه میفهمیم وظیفهش تولید گامیتفایت مذکر و معنیس اوجرات قسمت آنتر یا بساک گامیتفایت مذکر تولید میکنه و قسمت تخمدان آل تنیس گامیتفایت معنیس را تولید میکنه ای با اجزایش آشنا شدیم اصطلاحات بازم میگم که یادآور میشم بسیار مهم است خب در این تصویر یک گل را میبینید که بازم یک میلی باریکش که بنام ریسیکتکل یا پیدیکل یاد میشه دوم گل, دومه گل. ساختمان متورم پهنه که وجود داشت به نام به نام تکل یا نهنج یاد میشه این گل میشد نهنج یا تلموز باعث میشد که باقی مانده القای گل در بالاش قرار بگیره بازم به با ترتیب کاست برک ها بودن برنگ سبز و در هدامت دومین القای گل گل برک هایش بودن باز آلات تسکیر و آله تنیس وجود با گل آشنا شدیم از لازم ساختمان الان میره میبینیم که گامیت فایت مذکر و گامیت فایت مؤنث در گل ها در حالات تسکیر والات تنیس چگونه تشکیل میشن طرز تشکیل گامیت فایت مذکر و گامیت فایت مؤنث خب گامیت فایت, مز... فایت نبات را میگه یادتان باشه گامیت فایت همو گامیت که مربوط به نبات میشه اوجه جنسی نباتی چگونه گامیت فایت مذکر و مؤنث تولید میشن گفتم که گل آلات تسکیر داره اول از مذکر شروع میکنیم قسمت آنتر یا بساک امو نهایت آله تسکیر اوجرات درونیش تقسیم میوز را انجام میدن مسئله ایت را زوم میکنم ای گل آله تسکیرش در هدامه در قسمت آنتر یا بساک که شما میبینین ببینید من تصاویر شما را گذاری میکنم شماره یک شماره دو شماره سه و شماره چار شماره یک شماره دو شماره سه و شماره چار یا هم قسمت آنتر یا بساک خب اینجا میبینید که آنتر یا بساک اجرات درونیش تقسیم میوز را انجام تا ار اجرش یک حجره تبدیل میشه به چهار حجره یک حجره تبدیل میشه به چهار حجره یاد داشتیم که با انجام تقسیم میوز یک حجره تبدیل به چار حجره میشد حجرات قسمت آنتر یا وساط یک حجره تبدیل میکنند به چهار حجره با انجام تقسیم میوز که اینا گرده نارس هستند هپلوید هستند و نارس هستند هنوز پخته یا رسیدن نیستند در هدامه هر کدام از این حجرات از این چهار حجره هر کدامش در تصویر دوم از هر کدامش وارد تقسیم میتوز میشن هر کدام از این وارد تقسیم میتوز میشن در تصویر چهارم اینجا میبینید میل گامیتوفایت ان پولن گرین اما گامیتفایت مزکر را تولید میکنه که در درونش چی چی وجود داره یک جنریتیف سل اما اوجرات اسپرم را تولید میکنند جنریتیف سل ها را در درون خود داره با و امچنان اوجرات نمویی و تکسری دارند یک قسمت آنتر یا بساک با انجام تقسیم میوز چار حجره تشکیل میتن ار اجریش ار اجری از این چار حجره تقسیم میتوز را انجام میتن و گامیتوفایت رسیده را تولید میکنن تشکیل میتن که در درون از یک جنریتیف سیل هاستن که در نهایت باز پس از گرد تبدیل به دو تا اسپرم میشه و یکی هم اجرات تکسوری و نمویی که باعث تشکیل لوله گرده میشه که را باز انشاءالله خواهید خواندیم در جلسه بعدی بیشتر در بخش عمل الخا پس در اینجا چی شد؟ گامیت فایت مذکر به این شکل تشکیل شد در قسمت آنتر یا تولید گامیت فایت چگونه چی چیگونه صورت میگیره؟ حالی تنیز در قسمت تخمدانش گامیت فایت است تولید میشه بازم تصویر شماره یک، شماره دو، شماره سه مسئله هایت زوم میکنم قسمت تخمدان زمانی که در تصویر شماره یک میبینین اوجرات تخمدان بازم با انجام تقسیم میوز می چار اوجره تشکیل میده تصویر شماره دو میبینیم که چهار اجره تشکیل شده چهار اجره که در این قسمت تشکیل میشن این چهار اجره سه اجرهش از بین میره یک اجرهش باقی میمونه اجرات قسمت دان با انجام تقسیم میوز با از یک اجره خود چهار اجره را تولید میکنه در تصویر دو میبینین که از یک حجره چهار حجره تشکیل شده از این چهار حجره سه حجره پایانیش از بین میره یک حجره باقی میمونه یک حجره باقی مانده تقسیمات متوالی را انجام میتن. یک اجره تقسیمات متوالی میتوز را انجام میدند تبدیل میشه به دو اجره دو اجره تبدیل میشه به چهار اجره چهار اجره باز هم تقسیم میشه تبدیل میشن به هشت اجره این سه حجره از بین رفتگی کیسه جنین را میسازند شما در تصویر در تصویر سیومی میبینید که هشت اجره سه اجره در قسمت بالا دو اجره در قسمت وسط سه اجرام در قسمت پایانی وجود دارند سه اجره که در قسمت بالا وجود داره انتیپودل سل یاد میشن که برای جنین نبات مواد غذایی را فراهم می سازه انتیپودل سل ها دو اجره که در قسمت وسط وجود داره و این در القای دوگانه یا القای مضاف نقش داره اسمی گیره یک اسپرم دیگه با این القا میشه باعث تشکیل مواد غذایی به نام آلبومین میشه مواد پروتئینی به نام آلبومین را می سازه که برای بازم برای جنین مواد غذایی فراهم می یک اجری دیگه به نام اک یاد میشن اک یا امو دانه که باز هم یک امو گامیت فایت معنیس است یک اسپرم جنسی مذکر می دری القا میشه و باعث تشکیل امو دانه میشه به دو طرفش دو تا اجری دیگه به نام سنرجیتس وجود داره که این سنرجیتس ها وظیفه شان چی است یک محافظت از اک یا دانه دوم زمانی که اجری جنسی مذکر یا اسپرم میخواد داخل تخمدان شوه این سنرجیتس ها مسیر را نشان میده راه تخمه یا دانه را نشان می برای اسپرم ها قسمت تخمدان هر اجرهش با انجام تقسیم میوز چهار اوجره تشکیل داد سه اجرهش از بین رفت یک اجره باقی مانده آمد تقسیمات متوالی را انجام داد و کیسه جنین را ساخت کیسه جنین در خود هشت اجره داشت که هر کدام را به ترتیب تشریح دادیم از این هشت اجره دو اجره وسطیش پولار نوکلیای است که برای جنین مواد غذایی فراهم میکنه و همچنان سه یک اجره پایینیش مهم است که اگ یا همو دانه وظیفه‌ای است که القار انجام میده و باعث تشکیل دانه میشه به شکل گامیتفایت مزکر و مؤنس تشکیل میشن. پس از اینکه که گامیتفایت مذکر و مؤنس در گل تولید میشه نوبت میرسه به که گرد افشانی صورت بگیره عمل القا یا القای دوگانه یا القای مضاف را در جلسه بعدی مطالعه میکنیم میریم روی گرد افشانی یا پولینیشن که ایچی است گردافشانی یا پولینیشن گامیت فایت مذکر مؤنث در گل تولید شده حالا گردافشانی صورت میگیره گردافشانی رقم تعریف میکنیم میگیم انتقال گامیتوفایت فایت مذکر از کدام قسمت از قسمت آنتر یا بساک آلی تسکیر زمانی که از آلی تسکیر از قسمت آنتر یا بساک گامیت فایت مذکر انتقال میکنه میایه در قسمت گل دیگه یا در همون گل در بالای آلی تنیس در قسمت استگمایش میشینه گامیتوفایت مذکر از آله تنیس انتقال کنه به در آله از آله تسکیل انتقال کنه در آله تنیس این رو میگیم پولونیشن یا گردفشانی انتقال گامیتوفایت مذکر از آله تسکیل به آله تنیس با جزئیات میگیم از قسمت آنتر یا بساک آله تسکیل در قسمت استگما یا کلاله آله تنیس انتقال صورت میگیره این رو تعریف کردیم گردفشانی یا پل پولونیشن این تعریف پولینیشن یا گردافشانی اما گردافشانی از خاک اقسام دارد اول گامیت فایت و مؤنث تشکیل میشه باز در هدامه گردافشانی صورت میگیره بعد از گردافشانی القا صورت میگیره یادتان باشه که گردافشانی با القا میتونه که 12 ساعت الا چند ما با هم فاصله داشته باشه از لحاظ زمانی اقسام گردافشانی گردافشانی دو رقم است همین که گامی مذکر از حالت تذکر انتقال میکنه به حالت تنیس. دو رقم است یک شکلش طبیعی است خود نبات انجام میده طبیعی است که این طبیعیش باز به نوبه خود به دو بخش تقسیم میشه که یک رقمش مستقیم سلف پولینیشن که به نام سلف پولینیشن هم زیاد میشه و نوع دومش غیر مستقیم یا کراس پولینیشن میم در روی تصویر مستقیمش قسم است که یک گل خودش خودش القا بسازه القای خودی سلف پولینیشن یک نبات هم آله تسکیر را داشته باشه هم آله تانیس را داشته باشد. گل دو جنسه گلای که هم آله تسکیر و هم آله تانیس را در خود داشته باشند نوع گردافشانی را که انجام گردافشانی طبیعی از نوع مستقیم خودش خودش القا میکنن در نوع ای از آله تسکیر انتقال میکنه در قسمت آله تانیس خود گل این را میگیم گردافشانی مستقیم منتا غیر مستقیم یا کراس پولینیشن چگونه است انتقال کنه از یک گل از یک گل آله تسکیرش در روی گل دیگه در گل دیگه انتقال کنه این میشه کراس پولینیشن یا غیر مستقیم از یک گل به گل دیگه یک نبات است منتها روی شاخه های مختلف وجود داره گل هایشان از یک گل از یک شاخه بالای شاخه دیگه گل انتقال کنه این میشه به شکل غیر مستقیم یا کراس پولینیشن همچنان در ادامه یا از یک نبات گامیت مذکرش انتقال کنه در نبات دیگه که امنع باشن باشند. دو نبات نبات ها هر دو تاش امنع باشن اینی رو میگیم گرد غیر مستقیم یا کراس پولینیشن در نوع اول خود گل خودش القا کرد. مستقیم خودی یا سلف پولینیشن در نوع دوم یک گل گل دیگره یک نبات نبات دیگره که امنع باشن را القا کرد. گرد افشانی صورت میگرفت در نوع دوم گردافشانی گردافشانی مصنوعی است این گردافشانی توسط دست انسان صورت میگیره دلیل از این که این صورت میگیره به خاطر از این است که حاصلات زیاد زراعتی داشته باشیم و این گردافشانی توسط دست انسان توسط خود انسان صورت میگیره از عوامل گردافشانی بخوایم صحبت کنیم عوامل گردافشانی کدام هستند عوامل گردافشانی یک باد است شمال شمال یا باد باعث میشه که امو گامیتوفایت مذکر از قسمت آنتر یا بسا که تسکیر انتقال کنه در قسمت استگما یا تنیس پس یک عامل گرد افشانی باد یا شمال است باد یا شمال کدام نباتات را گرده افشانیش انجام میدن؟ نباتات که گلهایشان گلبرگ یا امو رنگ مرغوب را ندارن گلبرگایشان رنگ نیست یک غده نکتار ندارن رنگ مرغوب ندارن و گامتشان هم سبک است گامت مذکرشان نیست است سبک است این نباتات را گرد باد انجام میدن شمال انجام میدن. توسط باد یا شمال گرد افشانیشان صورت میگیره مونتا دوم گرد افشانی ناقلین زن... دوم عامل گرد ناقلین زنده است ناقلین زنده کدام است ناقلین زنده هم اشرات هستند که عمل گرد را انجام میدن در کدام نباتات نباتاتی که رنگای مرغوب دارند گلبرگایشان به رنگای مرغوب دیده میشه دو غده نکتار دارن غده نکتار رو یاد گرفته بودیم که یک ماده معطر و شیرین در افراز میکرد تا اشرات گردافشان مثل زنبور شاپرک چرمی پرنده های شیرخوار این اشرات را به سمت خود جلب و جذب کنه و باعث شوه که گردافشانی انجام بدن پس دومین عامل گردافشانی ناقلین زنده است از عوامل گرد میتونیم از باد و شمال و ناقلین زنده نام ببریم که در بخش ناقلین زنده دو نکته وجود داره حشراتی که از طرف شب تغذیه میکنن حشراتی که از طرف شب تغذیه میکنن به سمت گلای میرن که او گلها رنگ سفید داشته باشه و یک بوی بسیار قوی داشته باشه دلیل از این است که از طرف شب رنگ سفید بسیار خوب دیده میشن و بویشان هم مشامشان برسه اما قدی نکتار مادی شیرینشان تا که بتانن سمت گل حرکت کنند دوام مگس که مگس کدام نو نباتات را گردافشانیش انجام میده مگس به سمت گلای میره که بوی شبیه و گشت گندیده شده داشته باشه مگس به سمت گلای میره که او گل بوی شبیه و گوشت گندیده شده داشته باشه ما قسمت با گردافشانی و اجزای گل آشنا شدیم در جلسه بعدی با القای دگانه یا القای مضاعفاش نمیشیم یعنی القای دوگانه یا القای مضاعف رو در جلسه بعدی میگیریم و چگونه یک یک نبات میواره تشکیل می در جلسه بعدی روش صحبت خواهیم داشت اما از بخش انرژی مثبت امروز یک نکته بسیار کوتاه رو یادآور میشیم میگیم که بازنده کس است که در انتظار معجزه میماند بازنده کسی است که در انتظار معجزه میماند باور کنین امگی در تلاش رسیدن به موفقیت خود است خودشان بر خودشان تلاش میکنن که به موفقیت خود برسند منتظر کسی دیگه نباش که بیایه او تو را کمک کنه تا به موفقیت برسی یک نکته پس محدودیت های ذهنیت را کنار بگذار فکرهای خوبیت را تقویت بده و اولین گام را به سمت موفقیت بردار کافی که به توانایی های خود باور داشته باشی. و چند بار تکرار کردم کافیست است به توانایی های خود باور داشته باشی اولین گام را به سمت موفقیت خود بردار و آماده باش موفقیت از امی اولین قدم هایی که امروز برمیداری شروع میشه بقیه روزتان خوش خداوند حافظ و نگهدار